12مین روز مهر ماه برابر با 4 اکتبر سال 1147 خورشیدی برابر با 1768 میلادی زادروز فرانسوا شاتوبریان، مؤسس مکتب رمانتیک در ادبیات فرانسه که در شهر سن مالو به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات خود وارد ارتش گردید. وی طی سالهای بعد وارد فعالیت‌های سیاسی شد و مدتی با ناپلئون بناپارت همکاری کرد، اما این ارتباط دیری نپایید و به دلایل سیاسی با ناپلئون به دشمنی پرداخت. شاتوبریان پس از آنکه سفری به کشورهای یونان، سوریه، مصر، تونس و اسپانیا انجام داد، بار دیگر به فرانسه بازگشت و به مقامهای سفارت و وزارت خارجه دست یافت. وی پس از چندی فعالیت‌های سیاسی را ترک کرد و باقی عمرش را به نویسندگی مشغول شد. از مهمترین آثار ادبی شاتوبریان که در ادبیات فرانسه تأثیر خاصی داشته، یکی داستان آتلا و دیگری حکایت رنه است که هر دو مظهر احساسات شخصی اوست و با نگارش این آثار در شمار مهمترین نویسندگان فرانسوی زمان خود قرار گرفت. شاتوبریان را مؤسس واقعی مکتب رمانتیک یا مکتب ادبی و داستانی در فرانسه می‌دانند که بر اساس آن هنرمند باید بدون هیچ قیدی به بیان احساسات خود بپردازد. سال 1243 خورشیدی برابر با 1864 میلادی زادروز لویی لومیر، فیلمساز، تهیه کننده و از مخترعان فرانسوی سینما که در بیزانسون به دنیا آمد و از جوانی وارد عرصه تئاتر شد و از آن پس با کمک برادرانش دنباله تجارب مخترعانی همچون ادیسون در زمینه ساخت تصاویر متحرک را گرفت و پس از مدت‌ها تلاش اولین برنامه نمایش سینماتوگراف را در پاریس به انجام رساند. لومیر پس از آن تلاش خود را بر روی ساخت دستگاه فیلمبرداری متمرکز کرد و در نهایت این دستگاه را اختراع کرد و به این ترتیب هنر 7 جهان به وجود آمد. وی سپس با این دستگاه ساده چند صحنه از وقایع روزمره و نمایش‌های کوتاه کمدی را فیلمبرداری کرد و در یک سالن کوچک زیرزمینی در پاریس به معرض نمایش گذاشت. این نمایش با استقبال گسترده مردم مواجه شد و از این زمان زمینه ایجاد سینما در اروپا و آمریکا فراهم گردید. لومیر در سالهای بعد 10ها فیلم کوتاه و بلند ساخت که بشقاب‌های چرخنده، شترمرغ‌ها، ناهار گربه، دریای طوفانی و غذای کودک از آن جمله‌اند. سال 1361 خورشیدی برابر با 1982 میلادی درگذشت احمد حسن البکر، رئیس جمهور پیشین حکومت بعثی عراق که در شهر تکریت عراق به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلاتش وارد ارتش شد و فعالیت‌های سیاسی خود را همزمان با طی مدارج نظامی آغاز کرد. او در شمار نظامیان ارشد عراقی بود که با کنترل پایگاه‌های هوایی عراق در کودتای سال 1958 نقش مهمی در ساقط کردن حکومت پادشاهی ملک فیصل در این کشور ایفا کرد. احمد حسن البکر در سال 1963 میلادی در کودتا علیه عبدالکریم قاسم، زمامدار وقت عراق، نیز فعالیت داشت و در زمان حکومت عبدالسلام عارف مدتی به نخست وزیری عراق رسید. ولی در سال 1968 بار دیگر علیه رئیس جمهور دست به کودتا زد و خود زمام امور عراق را به دست گرفت.